ببخشید باز خوش آمدین به بخش دوم برنامه. نجیبه جان خواستن که چک بکنن یا تست بکنن گردانندگی مرا، گفتن من میشینم در چوکی و خودت پیش برو برنامه. کل مردم نشان دادن پیش از اینکه این برنامه بیاین که نام خدا با استعداد نطاقم هستی و در این برنامه که آمدی دیگه ما رو بیخی زیر تاثیر بردین. خواهش میکنم، فقط قلم و کاغذ پیش از اینا هست، اینا ارزیابی میکنن مرا. ما ارزیابی میکنم سارا و باسده و نجیبه جان ارزیابی میکنه مرا. شروع کنیم. بسم الله. باسد عزیز خوش آمدی. خوش باشید. در کدام مکتب هستی؟ صنف چند هستی؟ چند نمره هستی؟ من در صنف پنجم الف هستم، در مکتب ویدالله شهید با درجه دوم. درجه دوم. سارا جان خوش آمدی. خوش باشین. خوش آمدی سارا جان. خوش باشین. خود صنف چند؟ در کدام مکتب و چند نمره؟ صنف پنجم هستم، در مکتب خصوصی العلم و چند نمره؟ چهارم نمره. امی چهارم اگر رقم دروغ وری گفتی چون فکر کی سر؟ نه چهارم است. خود چهارم است. پارچه تا نشان بده. تا پارچه خواهی نشان نده کت از اینا ما چی نمی کنی؟ کارگردان رو بگو بیار پارچه. خیر است. ما زمانت شستیم. خواه. سعی. چه قسم کنیم؟ از خود آغاز کنیم سواله یا از باس جان؟ خود هم سنف شش هستی؟ سنف پنج. سنف پنج هستی. خواه. سوال قسم شروع می کنیم که بسیار تو یک فضای خودمانی را ایجاد می کنیم. نجیبه جان تعامل دارین، توجه دارین چی میگیم؟ بله. اسب قطغنی به اسب کدام ولایت ها گفته می شود؟ خواندن قطغنی نه، اسب قطغنی. اسب قطغنی به اسب کدام ولایت گفته می شود؟ باسه جان ولایت بدخشان. خب دیگه غزنی. خب دیگه قندار. آها دیگه دیگه متاسفانه باسه جان اشتباه جواب را کردن. یک بدخشان دمو سمت رفتی منتها کندوز و بغلان و تخار و بلخ و فاریاب. من زیاد اشاره کردم فراموش شد. نجیبه جان نقلم داد. خیره باز من میگم که مدیسه بک از ماش از اینا کت کنه که کار دیگه نکنه برصورت. فقط زیاد نیه اگه زرفانی شد باز کرد. خب بگو دلار یا افغانی؟ افغانی. برق کی اختراع کرد سارا جان؟ ادیسون. آفرین ماشاءالله. از خود سوال میکنم زاویه حاده چیست؟ زاویه حاده عبارت از زاویه است که کوچکتر از زاویه قایمه باشد. ماشاءالله. امروز ما نابغه را خوشبختانه در برنامه داریم جز یک نفر که خودم هستم. خب دکال سلورم موسم کم ده؟ بله دکال سلورم موسم کم ده. فصل چهارم سال کدام است؟ خزان. نه او باز بخش دیگه است. خزان؟ سمیست. چرا بهار نگفتی امیدت خزان؟ زمستان. همو جواب اولش هم میگیریم چون همو جوابشان اشتباه بود. بس اشتباه باید باشه درست؟ خب کامجو چی معنا داره؟ جویده هدف. آفرین. نامجو جویندینا. آره جوینده مقصد. آفرین. خب تلفن داری خودت؟ نه خیر. چرا نداری تلفن؟ آیپد داری؟ نه تلفن دارم. در خانه است؟ نه. خب صبح بیاری بازم نمبر شم یک از امشیرهای کلانم کس هستم نمبر شم ما اینجا ششته هستیم. خب نه هدف من اگر تلفن داری صبح باز با من تماس بگی که سوالا رو کل نفهمی جوابایش رو برات بگویم. خب وسایل مدرن مخابراتی کدام ها است؟ اصل بحث اینجا بود. بله وسایل مدرن مخابراتی کدام ها است؟ امی وسایل که بسیار مدرن از تکنولوژی نوین برآمده در دنیا مردم استفاده میکنه. یک چند تایش پیشتر هم شاید ما خود نام گرفته باشیم و ما نجیبه جان نام گرفته باشیم، حتی ما در این استودیو استفاده کنیم، در این سر میز و این بر و آن بر گفته بعضی مردم. کدام ها هستن اینا؟ تلفن، کامپیوتر، کامرا و غیره. و غیره و غیره هم کدام وسیله است تازه برآمده؟ نه و خخ ای بمو میمونه که یک دکتر ای دوستا فکاهه نیست ای راست است. دمی طرف ارزان قیمت یکی از دکتر صاحبان نوشته کرده بودن دکتر شش جگر قلب دندان میده و غیره. باز یکی از دوستای ما کم خوشتب بودن شوختب بودن رفتر پیشم دکتر گفته دکتر سیم و غیره ما درد میکنه. دکتر گفته ای و غیره از چی از وقت دکتر اسم تاکسی توابت نخوندی گفته دلاویت نشته کردی به او خاطر آمدم دیگه. حالا خودتون و غیره گفتیم ما گفتم حتما بار از موبایل کنم چیز بنام و غیره برآمده. به هر صورت سوال آخر قسم مطرح میکنیم خاصیت صفر را در عملی جمع تعریف کو. خاصیت
خاصیت صفر در عملی جمع معنی نداره. چین عدد کم نمیکنه، مثلا ما یک پیسه داشته باشیم اید مصرف نکنیم کم نمیشه. آفرین آفرین آفرین، بسیار مقبول. خب در این بخش برنده نجیبه جان اعلان میکنیم یا داخل بازی؟ داخل اعلان میکنیم. خب در این بخش هر کس که چی میفهمید امی بر سوال جوابش هم میفهمید فقط پچق میکنه. چی را پچق میکنه؟ تکمه را پچق میکنه، بسنه پچق میکنه. یک کم زودتر انشاءالله دستا شیما افتو تکنین هر دویتان برین. آفرین، خودت به شکل تبله را که نینم. خب هر صورت کیمیاگر با کی گفته میشود؟ اول تکمه را بزنین. کسی که مثل بطلات دبل میکنه. آفرین. از چوب جنگل برای چی استفاده میشه؟ نه اول بچه بود اول اینا زدن؟ یس. چوب جنگل برای سوخت استفاده میشه، برای ساختن چوب دروازه کلکی. ماشاءالله آفرین. اگر نمیفهمیدم یک نقل میتونم تو بزنم را باز ما که کمک میشنم. ما میشنمیم. میشنمی نجیبه جان شما؟ خواه خواه. رادیو در کدام سال اختراع شد؟ در سال 1380. خب بگو بگو باسه جان. 1273. آفرین. خب یک سوال است که بسیار یک سوال مهم است، سوال جالب است. در خانه موتر دارین شما؟ بله. شما هم دارین؟ بله. پدر جان دارن؟ بله. خب خودت تو یکان دفعه میشینی در بغل پدر؟ نه خیر. میکنی یا نمیکنی؟ نه خیر. ما که جالبی است، ما که خرد بودم 5-6 ساله بودم، باز یکی از اعضای فامیل ما که داماد ما است بشیر جان نام داره که 11 است، من بسیار زیاد دوست دارم، باز وقتی در خانه قار میکردم گریه میکردم، باز سرجله خودش میشیشت، باز مرد بغل خود میشان. باز من فقط میشترینگ می گرفتم، گچی شرینگ پیش خود شما اومدم میوزینم ما هست نیستم دنیا یک دریور است که ما هستم به خاطر روشن کردم. بر صورت اولین بار در افغانستان موتر کی استفاده کرد؟ محمد داوود خان، سردار محمد داوود خان. داوود خان و سردار محمد داوود خان خو اردوش یکی است که اولین رئیس جمهور ماست، ولی گذشته از رئیس جمهور، پیش از رئیس جمهور کسایی که بودن اونها پادشاه بودن، یکی حکومت شاهی است، یکی حکومت ریاست جمهوری است. بگو. امیر حبیب الله خان پادشاه کشور بود، فقط او میتونست در موتر برود. دیگه نه میتونستن نه؟ بله. خب چند لغت هم میگم معنایش هم میگین، صحیح است؟ به عنوان سوال آخر، رحلت؟ از دنیا رفتن. از دنیا رفتن. پیشوا؟ رهنما و رهبر. ما شما نیرو میگیم یا نیرو؟ قدرت. قدرت. آفرین. خب نجیبه جان برنده برای ما معلوم است، برای خودتان بدون شک معلوم است. بدون ما دیگه کی برنده است؟ برنده خب خودت برنده همیشه یه هستی، خودت باخت نداری، خودت باخت نداری، به خاطر از اینکه ما همه شاهد کارهای خودت از سالهای پیشین بودیم، در سه خبرنگاری، در سه مدلینگ، در سه هنرپیشگی که یکی از هنرپیشه‌های بسیار صاحب نام افغانستانی دو مقابل چشمای ما هستن که ما اصلا سرپرایز هستن بر مردم، زبان باز کردن نمیتونم و ان شاء الله همراهشان خود معرفی شدین که معرفی هستین و زبان ما میخوایم به زبان ساده خود معرفی کنم او نام و اسم نشانه. به هر صورت برنده ازی بخش است، خودتان برنده هستی، منتها برنده فیلی باسه جان است، صحیح است؟ واو باسه جان خفه نیستی، قار خو نیستی از من. خب اینا طایفه از که برای اینا در نظر گرفته نجیبه جان تقدیم میکنه برشان. یس امیدی بهار، آریانا تلویزیون و آریانا ایرلاین. اوکی بچیم باسه جان عزیز آفرین، باسه جان تبریک باشه، خواهر ما بسیار خوب بود، آفرین نام خدا. یک گپ از یاد نره که باز بیرون مستور بانی دا موتر پدر خودم هم نسم میکنم. ما برنامه هم میم به محصول خب ما مجاستیم خب هستم شما هستم بیم بریم به طرف اشپزخانه بریم بازم تشکر بسیار زیاد. اوه 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 اوکی نه ای طرف بیم با خدا نجیبه جان سوگند یاد نمیکنم ولی اما تو به زبان میگم که اگر از نیم ساعت زیادتر میمان بروزه من روزی مفتار میکردم دیگه. من کی تو یک چیز دیدم و من یک کس هستم
که هزار رقم غذا در روی دسترخوان باشه وقت تخم باشه ما کنترل خواهد دست ما تخم بسیار زیاد دوز دارم من فهمیدم شما خوش داریم شب نو ده خواره تاسو گوری لیدون که پا اتیا اوغانهی که جور شوی پاک سوتره او با تور بانجان ده هر چاپ کور کی پخیږي خو یلدا جان تاسو نیمه نیمه ریسیپی سره زکه تیارای چې تاسو زکه چې بانجان چدي دا ايرن لري صحت ته ډیر زیات طاقت ورکوي زما طاقت بیخي ختم نه دل جان اوور تو یو اها یلدا جان بسیار چیز مزه‌دار پخته کردین ان شاء الله که در افطاری از پیش مانه را چون ما که اکثرا میبینم در افطار در بعضی جا چورکان میچسبه از میار طرف هر کس می حمله میکنه من تو خوشبختانه خوشبختانه تلویزیون آریانا چونی نیست تلویزیون آریانا بسیار نان مجلل و پرشکو به همگی میته من تو هر چی که شب میگه دمی وقفه بریم ما اینا میریم بغل میگیرم هم کارم میتیم بریم ده بالا اگر نمانند موتر میریم که نان خشک میخوریمش نجیب جانم خیر یک لقمه باز میتیم که چشمش نمانه سنشان خورده است و پیشر با یک سلام میرسونم به مادر ما مادر نجیبه جان بله. که ما پیشر ما مرجان تا مرجان و غیر خوشحالی مرجان تاست از ما سلام رسیدگی ما پیشر شوخی کردم مزاق کردم که نجیبه جان ساعتشان خوب نیست نجیبه جان کاملا خوب هستن نجیبه جان است که همکارا هستن ما هستیم و بر ما برنامه را تقدیم میکنن ما خاطر عادل جان گفتم گفتم ما که مریض ما میخواستم که برنامه را کل کارا را عادل جان پیش ببره به خاطر بود نه دیگه ما دستای شما را دستای تمام مادرای افغانستان را که ما همشان را دوست دارم و قلبا احترام دارم دستایشان را میبوسم افطار خوش برشان میخوایم فقط و کل ما را به دعایتان یاد داشته ما را از دعایتان فراموش نکنین و ما همیشه ممنون و مشکور شما هستیم مرجان عادل جان ته بدیره دعا که دیر زیات دعا بکین لکه څنګه چې ما ورور ته که دست عادل جان که فقط فرق مخ است که نو برادرشون از بالای اسم خیر بار صورت کات کو باز کارگردان دوستا عزیز دقایق آذان فرا رسیدم لحظه شماری میکنیم ان شاء الله بعد از آذان و بعد از افطار ما و شما با گفته از اینا سرپرایز ها با هیجان های زیاد خواهد بودیم